شد از او بم مادر من گفتم مراگی نمشد تو برا گفتم برم هرست ماهم موندن بر من آمد بر من روشن شد از او بم مادر من گفتم مراگی نمشد تو برا گفتم برم هرست ماهم با سلام و درود به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی در بحث های پیشین یه مقدماتی رو یادآوری کردم راجع به دیدگاه های سید احمد فردید مهینی یزدی و وزن این افکار و آراء و تأثیری که این آراء و افکار بعد از انقلاب در جامعه ایران از خودش به جا گذاشت و عواقبی که به بار بود. میخوام این مطالب رو یه مقداری بیشتر باز بکنم. به طور کلی نظریات سید احمد فردید دارای یک منطق سوبژکتیوه، یعنی خودش از حال به عنوان یک واقعیت مذموم، یک واقعیت فلک زدگی یاد میکنه که باید نفی بشه و آرمانش ریشه در گذشته داره، ریشه در دیروز هم نداره، در پریروز داره و پریروزی که قرار در پس فردا احیا بشه. حال اگر ما بیایم و یک میزی رو در نظر بگیریم به عنوان یک واقعیت عینی و ابجکتیو و در مورد این به بحث و تحلیل و تفسیر بپردازیم، میتونیم به میزان بسیار زیادی از گمان زنی و فرو رفتن به ذهنیت گرایی خودداری بکنیم. اما زمانی که راجع به پریروز و پس فردا میخواییم صحبت بکنیم، ضرورتاً منطق ما تمام پایه‌هاش روی ذهنیت گرایی استوار میشه. من میخوام اینجا این قضیه رو باز بکنم با کسانی که خودشون رو پیرو به روش و افکار سید احمد فردید یزدی میدونن. میخوام بگم شما آرمانگرا نیستید،
اشتباه نکنید. اوهامگرایید. آرمانگرایی و اوهامگرایی با همدیگه تفاوت داره. ببینیم یه مثال معینی رو بزنم و از اینجا حرکت بکنم. احمد فردی در مطالبی که به شاگردانش میگفت نسبت به متفکرین و حکمای متعله نقد میکرد یا نقدهایی میکرد که کاملا جنبه شخصی داشت. مثلا یه مطالبی در مورد ملا صدرا میگفت، البته با روشی که فردید میگفت، تکنیکی که به کار میبست در تکلم، افکاری رو که در ذهن خودش پرورش میداد به راحتی در پسندیشه مستمعینش می نشود، می کاش، جا می داد. و اونها به حرفهای فردی به عنوان وحی منزل نگاه می کردن و می کنند هنوز. راجع بهش خردورزی پیشه نمی کردن و با عیار صحیح محکش نمی زدن. حال مطالبی ایشون راجع به ملا صدرا گفته بود در نقد ملا صدرا که حکایت از این داره که اون مبحث جوهری ملا صدرا رو فردید اصلا نفهمیده بوده و پرداختن به قضیه دیدگاه های ملا صدرا در مورد چگونگی تکوین نفس ناطقه، یعنی اون چیزی که الان ما بهش میگیم روح هر فردی، و بعد تحولاتی که این طی میکنه، مطالبی که در اسفار اربعه شرح داده و بیان کرده، اینها رو فردید نگرفته، مطلب رو کج فهمیده و در نتیجه نقدی که نسبت به ملا صدرا داره نادرسته. و اگر شما چون پرداختن به این بحث از حوصله این گفتارها خارجه، من نمیخوام راجع به ملا صدرا الان صحبت بکنم و نمیخوام اصولا وارد عمق مباحث فلسفی بشم، الان دارم راجع به چگونگی نظریات احمد فردی که چقدر سوبژکتیو بوده و چقدر شخصی بوده و به هیچ وجه به عنوان یک دستگاه فلسفی نمیشه بهش نگاه کرد صحبت کنم. به این دلیل دارم مورد ملا صدرا رو مثال میزنم. ملا صدرا یه نقطه‌ایه که در او فلسفه مشاع و فلسفه اشراق به همدیگه به تلفیق و تلاقی رسیده. در اون درجه‌ای از معرفت قرار داره که گفته میشه که آقای ماتریالیست، مثلا آقای گورباچوف ماتریالیست، آقای شوارنادزه ماتریالیست، شما بگین که علمای شما بیان جمع شن و آثار شیخ اشراق یحیی بن حبش سهروردی رو بخونن، بفهمن، هضم کنن، برای شما بیان کنن تا بفهمین که روح یک جوهر مجرد و واقعی و باقیه که ارتباطی به جسم نداره. به همین دلیل اصولا این فلسفه ماتریالیسم باطله. کسانی که دنبال ماتریالیسم رفتن به دلیل اینه که در افکار شیخ اشراق منغمر نشدند.
اما حالا کوتا بخوایم برسیم به درک فلسفه و حکمت صدرالدین شیرازی، ملا صدرا، اون ورای ادراکات فلاسفه شماست. اینجوری کسانی که حکمت و فلسفه سهروردی، حکمت اشراق رو خوندن و حکمت مشاع شیخ الرئیس رو هم خوندن و بعد رسیدند گام به گام و پله پله به ملا صدرا، میفهمن که ملا صدرا در کدوم قسمت کهکشان معنویت و معرفت قرار داشته. آقای فردی میاد ملا صدرا رو رد میکنه. شما میتونید نظریات آقای فردی رو در مورد ملا صدرا در کتاب دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان که آقای دکتر مددپور از شاگردان مستقیم فردی جمع کرده بود و نوشته بود رو بخونید و قضاوت کنید، ببینید که نظر ایشون راجع به ملا صدرا چقدر نادرست و غلط بوده و این نظریات رو به شاگردان خودش القا می‌کرده. اما بعد خودش متوجه غلط بودن و نادرست بودن نظریاتش نسبت به ملا صدرا شده و ازش عدول کرده و میگه من حالا یه نظرگاه جدیدی پیدا کردم در این زمینه، مطالب جدیدی به ذهنم رسیده. بعد اونها رو شروع کرده به عنوان دریافت‌های جدیدش نسبت به ملا صدرا به شاگردانش گفتن که اینا تو کتاب آقای محمد مددپور و جملاتی که از آقای فردی تو اون کتاب ذکر شده نیست. اما در یک کتاب دیگری که آقای دیباج جمعش کرده و به نام مفردات فردید یا مفردات فردیدی اسمشه، اونجا نوشته. در اینجا ایشون میگه من نظری نو پیدا کردم، یعنی عدول کرده از اون نظریات، یعنی شاید مثلا چند تا جملهش رو که جمله ملا صدرا رو که متوجه نمی شده رفته از دو نفر سوال کرده، بعد متوجه شده و درک کرده که اصولا تمام اون چیزایی که نسبت به ملا صدرا فهمیده بود غلط بوده. بعد حالا میگه من نظر نوعی پیدا کردم. بعد این رو حالا میخواد بیان بکنه به شاگردانش. من میخوام بگم که این آقای فردی تا آخرین روز حیات خودش به رموز و زوایای حکمت اشراق پی نبود. اون مطالبی که ایشون به عنوان حکمت انسی خودش مطرح میکنه که بعداً توسط سید عباس معارف تدوین شده و منتشر شده، اینها مندرآوردیه. اینها تابع قاعده و قانون فلسفه و حکمت اشراق نیست. تعاریفی که ایشون از عرفان به دست میده، تعاریفی که ایشون، یعنی بحث اصطلاحات عزیزان، ایشون آقای فردید میاد مثلا یه غزل حافظ رو میگیره برای خودش و معنی میکنه، اونو به شاگردان خودش آموزش میده. وقتی که ما این غزل حافظ رو در میزان سنجش آقای فردید میخونیم، میبینیم که ایشون از اصطلاحات عرفا بی اطلاع بوده و به این دلیل شاگردان ایشون همه صوفی ستیز شدند. آقای فردید نه به تصوف و مجموعه کهکشان پرستاره تصوف راهی پیدا کرده بوده به طور مطلق و نه حکمت اشراق رو چیزی ازش درک کرده بوده و نه اینی که در این زمینه ها استادان
شناخته شده و متبهری رو که در این زمینه ها تدریس میکردن ایشون شاگردیشون رو نکرده بوده متاسفانه. خلأ از اینجا بوده. هرچی آقای فردید گفته من در آوردیه. ایشون نشسته و اون چیزایی رو که خودش برداشت کرده از گفته این بزرگ و اون بزرگ اینا رو در همدیگه ادغام کرده، سرهم کرده، اسمشو گذاشته حکمت انسی. اما این حکمت انسی آقای فردید بر چه پایه میچرخه؟ بر پایه نفرت، بر پایه دشمنی. نفرت و دشمنی با کی؟ با انسان. ممکنه تعجب کنید اما بیان میکنم براتون که ببینیم به چه کیفیت اساساً فلسفه و بینش آقای فردی انسان ستیزانه است. اون هم به شکل نفرت انگیز و خصومت آمیز. ایشون یکسره انسان رو، یعنی انسانی رو که الان وجود داره، یعنی من و شما رو، یعنی امثال من و شما رو، همه مردمی که دارن الان 6-7 میلیارد نفر رو زمین زندگی میکنن، این انسان رو یک موجودی تحت سیطره نفس میدونه. تمامی خواسته هاشون، تمایلاتشون نفسانیه از نظر آقای فردید. هیچ جنبه روحانی و عالی و متعالی توش نیست. به همین دلیل هم آقای فردید نتیجه گیری میکنه که اصولاً ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که دوره انحطاط انسانیت و اصولاً انسان در روی زمین در این دوره یک موجود نفس پرسته که تحت تابعیت طاغوت قرار داره همه انسان ها. بعد نمیگه که این انسان ها یعنی من و شما دارای روح تعالی پذیر هستیم که در اثر تربیت میتونه متفاوت بشه، متحول بشه. وقتی کیمیای تربیت معنوی و الهی به دست استادان فن به مثل وجود من و شما بخوره، ما متحول و متفاوت میشیم. هر فردی میتونه تحول جوهری پیدا بکنه و به کمال برسه، فقط باید بخواد. آقای فردی منکر این قضیه است. یعنی نیل به کمال رو، تحول به سوی کمال رو، به جای اینی که مبتنی بر یک کوشش فردی بکنه که هر فردی مانند ابراهیم خلیل علیه السلام یا مانند موسی کلیم الله علیه السلام یا عیسی یا دیگر بزرگان بگه انی مهاجرن الی ربی سیهدین، آیه قرآن، یعنی از نفس اماره هجرت بکنه به جانب تعالی روحی و به سلامتی قلبی و روحی نائل بشه، یعنی قلب و روحش رو از امراض مختلف به خصوص کینه پاک بکنه. در قرآن مجید ذکر شده و اذا اتا ابراهیم ربه به قلب سلیم. اینها منطق قرآن مجیده، منطق انبیاه، که کوشش های هر شخصی برای
متحول کردن وجود خودش. به قول مولانا می فرماید لیک تو آیس مشو، رو پیل باش، ور نپیلی در پی تبدیل باش. کیمیا سازان گردون را ببین، بشنو از میناگران هر دم تنین. این اصل و اساس کیمیای جوهری در فرهنگ تصوف و عرفان رو تشکیل میده، اما آقای فردی اینا رو نمیدونه، به این عالم راه نبرده، پشت در مونده، پشت درم نمونده، بلکه در وسط کویر داره دور خودش میچرخه، چون قطب نما دستش نیست که جهت یابی بکنه. به همین دلیل اون حرفا رو میزنه